مادر علی نزدیک سهر رفت در حالی که دست رنجورش در دست علی بود و آرامشی در صورتش هرگز از کاری که کردم پشیمان نیستم دیدن چهره آرام آن زن به وقت آخرین سفر همیشه مرا آرام می کند مراسم خاک سپاری و مسجد انگار در خواب گذشت علی گریه نمی کرد. فقط به زمین خیره بود. میدانستم چه جنگی در درونش است. جز ازدواج مسلحتی با ریحانه هیچ کدام از آرزوهای مادرش را برآورده نکرده بود. عاشق مادر اما همیشه دور از او. گریه کن علی جان. حالت بهتر می شود. حیف که دورش شلوغ بود و نمی توانستم با او حرف بزنم. آرزو می کردم سرش را روی شانه من بگذارد و یک دل سیر گریه کند اما همچنان ساکت و سر به زیر بود بعد از مراسم یک لحظه به اتاق مادرش رفتم هنوز بوی عشق می داد. همان اتاق کوچکی در خانه مادر شوهر که بعد از عقد و قبل از خرید خانه خودشان مدتها در آن مادری کرده بود جای سرش هنوز روی بالش بود با یک تار موی طلایی نمیدانم چرا گریم گرفت بالش را به دهانم چسباندم کسی صدای گریم را نشنود وقت خداحافظی بود با خیلی چیزها ناگهان دست علی را روی شانم احساس کردم گفت خواستی از دستم راحت شی؟ برای این گفتی محرمیت رو باطل کنی؟ گفتم علی جان پدرم میگه اگه کسی اهلی دلت بشه با یه سیغه زبونی نه میمونه نه میره ما عقد رسمی نبودیم فردا تا تنها میشدیم هزار تا حرف در میوردن من معنی زن اول و دومو نمیفهمم اصلا کی زنت بودم؟ من عاشقت بودم هستم و میمونم اگه تو هم این حسو داری اون سیغه جاریه برای ابد نه فقط به زبون که تو دلمون حالا یکم وقت احتیاج داری نمیخواستم اون تعهد معذبت کنه همین که روح مادرت آرومه من و تو هم آروم میشی نتوانست جلوی خودش را بگیرد قهرمان شکست سرش را روی تخت مادرش گذاشت. شانه هایش از حق حق تکان میخورد. انگار تمام عشقهای دنیا را برای این لحظه جمع کرده بود. دوبار دستم به سمت موهایش رفت. جلوی خودم را گرفتم. کسی باید آرامش میکرد. دستم را روی دستش گذاشتم. گفتم گریه کنالی. هر چقدر میخوای من کنارتم. دستم را گرفت انگار دیگر نمیخواست رها کند دستم از اشکش خیس بود گفت عمل قلبش که تموم شه طلاقش میدم براش شناسنامه نو میگیرم خودم شوهرش میدم فقط به هم اطمینان کن تنهام نذار بدون تو دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم دستش را فشردم هستم علی در باز شد. ریحانه بود. گفت به آشان سنگ زدم شما رو برسونه. خیلی زحمتتون دادیم. علی گفت نهار بمون. گفتم نه پدرم یکم ناخوشه. ریحانه هم خسته است. مرسی ریحانه جان. و رفتم. در ماشین گریه می کردم. راننده جعبه دستمال را به من داد و گفت خدا بهت صبر بده خواهر یک هفته خبری از علی نبود انگار جهان را از همه آدم ها تکانده بودند انگار در دنیا هیچ چیز نبود صبحا نمیدانستم برای چه باید بیدار شوم تا ریحانه به دیدنم آمد با حال زار